رویترز گزارش داد انتقال 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از کره جنوبی به قطر هفته آینده به پایان میرسه و انتظار میره زندانی‌های دو طرف در قطر با هم مبادله بشن. این خبرگزاری به نقل از منابع آگاه نوشته زندانیان آمریکایی از تهران به قطر منتقل میشن و زندانیان ایرانی در آمریکا که هویت اونها فاش نشده از واشنگتن به قطر و از اونجا به ایران منتقل خواهند شد. بر اساس این گزارش وزیر مشاور در وزارت امور خارجه دولت قطر هم میانجی 8 دور مذاکره غیر مستقیم بین مقام‌های ایران و آمریکا در دوحه بوده. به گفته این منبع جلسات نخست عمدتاً بر مسئله بازگشت به توافق هسته‌ای متمرکز بوده و پس از اون آزادی زندانیان به محور مذاکرات مبدل شده. مرزاد بروجردی رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم فناوری میزوری با ما همراه میشن. آقای بروجردی، هرچه نزدیک‌تر میشیم یه خورده جزئیات بیشتری به ما داده میشه، از جمله آزادی 5 زندانی ایرانی در آمریکاست که هویتشون رو نمیدونیم و دو طرف هم خیلی مایل نیستن که روی اون بخش به نظر میرسه اطلاع رسانی کنن. بله، کاملا درسته. عرض کنم که به نظر من این عدم هیاهوی رسانه‌ای دلالت بر این داره که احتمالاً این توافق قریب الوقوع هست. ما می‌بینیم که هم دولت‌ها هم خانواده‌های این زندانیان و حتی وکلا واقعاً سکوت پیشه کردن با در نظر گرفتن اینکه به هر حال زندانی‌های ایرانی آمریکایی که در ایران زندانی هستند، می‌بینیم مدت‌ها پیش به از زندان بیرون اومدن و به خانه‌های امن رفتن تا این تبادل صورت بگیره. در رابطه با آزادی ایرانی هایی که در امریکا هستن، حقیقتا جزئیاتی فاش نشده، ولی بر اساس اخبار ما یک سری از اسامی داریم، کسانی که مانند آقای کامبیز عطار کاشانی یا عرض کنم منصور ارباب سیار، خانم نیلوفر بهادوری فر و دیگران دیگه هستن، عرفان سلمانزاده و غیره، که احتمال داره که به خاطر اینکه اینها عمدتا در رابطه با مسئله تحریم دستگیر شدن، جزء کسانی باشن که با ایران مبادله بشه. اما آقای بروجردی، الان یه خورده شاید بیشتر بشه قضاوت کرد که دست بالا در این معامله با چه کسی بوده، با جمهوری اسلامی ایران یا ایالات متحده آمریکا، که خب به هر حال 5 زندانی هم داره آزاد میکنه علاوه بر آزادسازی پولها. بله درسته. ببینید، واقعا بستگی داره ما به این مسئله چه شکلی نگاه بکنیم. آن چیزی که ما داریم میشنویم از طرف دولت آقای بایدن این هست که میگن که خب اولا این پول به هیچ وجه پول نقدی نیست که دست ایران بره، این پول در بانک‌های قطر میمونه، دولت ایران میتونه برای خرید غذا و دارو، چیزهایی که از اول هم مورد تحریم قرار نبوده، استفادهش بکنه این پول رو، و قطر اون پول رو میده. به عبارتی فکر کنیم مثلا ایران از یک کشور ثالثی غذا میخره یا دارو میخره، این قطر هست که از حساب ایران پول رو میفرسته برای اونها و دولت امریکا هم برای این مسئله نظارت میکنه. بنابراین فکر میکنم این بار به نظر میاد این راه حلی که پیدا کردن یک نقطه برای پاسخ دادن به انتقاداتی بوده که در گذشته راجع به فرستادن پول نقد به اصطلاح دولت ایران بوده. و ما میدونیم همونجوری که در گزارش شما هم بود، 8 دور مذاکره شده، به غیر از آقای رابرت مالی شخص دیگه آقای پیلی از طرف دولت امریکا درگیر مذاکره باشه و از طرف ایران هم آقای علی باقری کنی و آقای مهدی صفاری که در وزارت امور خارجه نقش مهمی در توافق‌های اقتصادی داره، بخشی از این مذاکراتی بودن که در قطر صورت گرفت. سپاسگزارم از شما مرزاد بروجردی، رئیس دانشکده هنر علوم و آموزش دانشگاه علم و فناوری میزوری با ما.